وفا نکردی و کردم خطا مدیدی و دیدم شکستی و نشکستم بریدی و نبریدم اگر ز خلق ملامت و اگر ز کرده ندامت کشیدم از تو کشیدم شنیدم از تو شنیدم کیم شکوفه اشکی که در هوای تو هر شب ز چشم نالش کفتم به روی شکفه دویدم مرا نصیب غم آمد به شادی همه عالم چرا که از همه عالم محبت تو گزیدم چو شم خنده نکردی مگر به روز سیاهم چو بخت جلوه نکردی مگر زموی سپیدم بجز وفا و عنایت نماند در همه عالم ندامتی که نبردم ملامتی که ندیدم نبود از تو گریزی چون این که بار غم دل ز دست شکوه گرفتم به دوش ناله کشیدم. جوانیم به سمند شتاب می شد و از پی چو گرد در قدم او دویدم و نرسیدم. به روی بخت ز دیده ز چهر عمر به گردون گی چو اشک نشستم گی چو رنگ پریدم. وفا نکردی و کردم. به سر نبردی و بردم سبات عهد مرا دیدی ای دی فرو امیدم و اما پالیزبان پیشینیان ما گفتند و ما نیز میگوییم پیش از این هر سخنی که بر زبانی میرفت معنای دیگری به جز خودش نداشت سخن در حقیقت پاری از وجدان گوینده بود که سخنگو در دل با آن پیمان میبست شاید این افسانه هم بر بنیاد حقیقتی استوار باشد و شاید هم سرگذشتی باشد از مردی که هیچ سخنی برای گفتن نداشته است اما همین قطر که میگوییم سخنی نداریم خودش سخنی است شب همچون کسالتی در آخرین تلاش خود پایان میگرفت و در کرانه های افق ناپدید میشد شم با پرتو ناتوانی که داشت فرو می کلبه غمگین ما روشن میشد و مردی واپس این لحظه های استرابی را که زندگی نام داشت می گذارند. تاریکی رفته رفته و پرتوشم سایه می افکند و مرگ شراب زندگی مردی بینوا را آهسته آهسته می نوشید. نسیم سردی به درون کلبه سر می کشید و من فصل یخبندان را با همه سرمای ملال انگیزش در روح خود احساس می کردم. آن مرد پدر من بود و مانند همه پدران تویده است دلی سرشار از مهربانی داشت. همه بینوایان مهربانند. آنجا که دست از مای توی می ماند، دل از مهر آکنده می شود. من تنها کودک او بودم و تنها نشان قدم او از یک نسل مجهول و هنوز نمیدانستم چه پیش خواهد آمد. فقط احساس می کردم که چیزی شاید هم بیرم انتظار پدرم را میکشد و بیشتر از این نمیدانستم. آخر من یک الف بچه بودم. همین قدر حس میکردم که پناهگاهی نه شاید سایبانی فرسوده را از دست می دهم. مثل همین شم که آخرین فروش دارد در تاریکی فرو می نشیند. اگر روشنایی با ندارد، اما گوشه ای از این همه تاریکی را روشن می کند. به همان اندازه که مرزی میان تاریکی و روشنایی را گمان ببریم. او هرچه بود یک سایه بود بالای سر من سایه ملایم و مهربان آن روز چشمان پدرم برای یکی دو لحظه از شکاف در به افق دوخته شده بود پنداری سپیده میدمید نوری پرید رنگ مانند نگاهی نگران که بر پیش آمدی نزدیک به وقوع افتاده باشد به درون کلبه ما میتافت گویی صبح به استحزا لبخند میزند اما یادم هست که بارها پدرم گفته بود این روشنایی نشونه صبح نیست اینو بهش میگن کاروان کش این لکه سفید خیلی ها رو فریب داده اگه سپیدی به خودی خود فریب نباشه نشونه هر فریبی سپیدیه آنگاه پدرم سر برگرداند و با نگاهی شرمالود و مهربان مرا که در کنارش کس کرده بودم تماشا کرد او در آن حالت به عاطفه میمانست که با هزار چشم غم زده مرا برانداز میکرد. من از دیرباز با این نگاه اشکالود سر و کار داشتم. این یکی را خوب میشناختم. زیرا هرگز تحمل سنگینی آن را نداشتم. پیوسته تحمل هر مصیبتی را داشتم اما آنچه پشت مرا شکست بردباری در برابر ترحم بود. ناچار سرم را به زیر افکندم و پدرم با صدایی که تلخی آن ته گلویش را می رو به من کرد و گفت پسرکم مبادا فراموش کنی که پدر تو مردی بینوا بود و تا این را گفت مثل اینکه از صدای خودش ترسیده باشد سرش را برگرداند و زیر لب زمزمه کرد وای با این طفل بیگنا چه چیزهایی را دارم در میون میذارم و بعد آی کشید و گفت تفلکی تو هنوز نمیدونی بینوایی چه دردیه نه پسرکم تو هنوز خیلی کار داره تا بدونی این بدبختی چطور خون آدمو میخوره اما من همینقدر میخواستم به تو بگم که چیزی آه خدایا درد همچون مغرازی پولادین سخن پدرم را قطع کرد مادرم برای یاری گرفتن از همسایه ها سراسیمه از کلبه بیرون رفت و مرا که یک الف بچه بودم در چنان هنگامی با پدرم که داشت میمرد تنها گذاشت از آن پس من پیوسته با مردی که در کنارم میمرد زندگی کردم من از او بودم اما او از من نبود دوستش داشتم در حالی که از او میترسیدم شاید این حادثه پس از چندین سال تنها واقعه مهمی بود که در کومه بی سر و سامان ما پیش آمد. به همین سبب مادرم همچون کسی که تهیه یک پذیرایی مجلل را میبیند به جنب و جوش افتاد دست کم برای اینکه همسایگان بدانند که آن هم که آنان میپندارند هیچ و پوچ نیستیم من و پدرم تنها بودیم خیلی دلش میخواست کس و کاری میداشت که دور و را بگیرند و با چهرههای غمگین دلداریش بدهند اشکی بریزند طبیبی دارویی چیزی بیاورند نه اینطور بیکس که مرگش بی تفاوت تر از زندگیش باشد اما او به خوبی میدانست که در هفته آسمانش یک ستاره هم سرسونه میزند دلش خیلی گرفته بود آخر اون ناسلامتی میخواست بمیرد چرا نمی آیند؟ چرا نمی روند؟ چرا سخنی نمیگویند؟ و در و دیوار که نمیشد ودا کرد سایه روشنی به رنگ ابهام همه چیز را در خود فرو برده بود و سکوتی ترساورد بر سینه من و پدرم سنگینی میکرد. ناچار آهی کشیده بود و سخن را آمیخته با اندوهی دیر پای این طور به پایان رسنده بود. بله تفلکم. وقت ما در نوربارونم کور بود. از همون اولشم هم هر جا رفتیم راه بود و هر چی کندیم چا. اما و زبانش روی کلمه اما نخکوب شد. گویی این کلمه وقت ناشناست خیلی بیجا پای خود را در میان گذاشته بود. اما چه شد؟ پدرم هر چه کرد که سر این امای هیچکاره را زیر آب کند، نشد که نشد. ناگهان یک وهم زود گذر در اندیشش برقی زده بود و انگار که امایی هم در کار بوده گفت زیاد خودخوری نکنی پسرم و خنده محزونی بر نبانش نشست و ادامه داد برای پدرت دل تنگ میشه آخ چلچله کوچیکم پیش از آن هرگاه که سر حال بود به من چبچنه چل کوچکم خطاب می کرد. اما آن شب می مرا بچه زاند و اشکم را در بیاورد. اما من بر رو بر نگاهش می و لام تا کام حرفی نمی زدم. آخر من یک عرف بچه بودم. نه من و نه سخنم اگر سخنی داشتم ارزش اظهار وجود نداشت. چهره پدرم همچون التهاب وجدانی که فرونشسته است آرام در برابر چشمان بود زده من گردش کرد و آخرین عبارت خود را چنین گفت بازم بازم اگر چه به دستی خاک و به دستی باد از اینجا میرم ولی هر چی باشه هر چی نباشه هر پدری برای فرزندش چیزی به یادگار میذاره پدر تو هم چلچله کوچیکم بی هیچش نیست او هم به ناگهان اشکی در چشمش حلقه زد من آخرین شعله چیزی را که در چشمان او خاموش میشد میدیدم. می, شد می دیدم. بازا که چون برگ خزانم رخ زردی است. با یاد تو دمساز دل من دم سردی است. گر رو تو آورده هم از روی نیازی است و درد سری می دهمد از سر دردی است. از راه روان سفر عشق در این دشت گلگون سرشکی است اگر راه نبردیست است. در عرصه اندیشه من با که گفت سرگشت چه فریادی و خونین چه نبردی است. غمخار به جز درد و وفادار به جز درد جز درد که دانست که این مرد چه مردی است. از درد سخن گفتن و از درد شنیدن و مردم بی درد ندانی که چه دردی پدر من نه حکیم نه روحانی و نه مردی برجسته بود اما برای من تا آنجایی که به یاد میآورم بالاتر از همه اینها بود آهنگ سخنش در نماز آنگاه که جمله های عربی را زمزمه می کرد و انگامی که روی حروفی همچون تا و زا و ساد و زاد تکیه می نمود مرا از غروری کودکان سرمست می کرد. من هنوز آخرین عبارت او را که چیزی در آن با عطر ملایم بنفشه در کلبه بی سر و سامان ما پراکنده می شد به خاطر دارم. هنوز هم خاطره اشکی را که واپس این شوره زندگی را در چشمانش فرو می نشاند از یاد نبردم. اما آنچه از پدرم گذشته از آن خاطره های دلپذیر برای من به یادگار ماند، صندوقچهای زریف و پرنقش بود. هنگامی که گفت آن صندوقچه را برمیگرفتم هوایی به تازگی و آزادی کودکی از آن برمیخواست و به آرامی در رگهایم جریان میافت. روزها با صندوقچه از سرامیز سری گرم داشتم و بهشت خدا را با همه رنگ های رویاخیزش تماشا میکردم. سالهای بعد صبح هنگام روزی از روزهای بهار که روز خمیازه میکشید و از افق میدمید، مادرم در حالتی که با عاطفه از میان عشقهایش به چهره من می گفت پسرم دلت نمیخواد چهره خودتو تو آینه تماشا کنی؟ یادت میاد که چه سیمای دلپذیری داشتی؟ یادت میاد که تراوت و شادمانی تو نگاه گیرا و درخشانت موج میزد؟ یادت میاد؟ و آینه ای به دستم داد تا خودم را نگاه کنم. اشکی در چشمای مادرم حلقه زد و سر برگرداند گریهاش را در زیر دندان و لب خود متوقف کرد و به آرامی دور شد. من از پشت سرش موج اندوهی را که در بالای سرش به اعتزاز در آمده بود می دیدم. تصویرم در آن آینه ملامتم می کرد و شکستگی بیرحمانه صورتم را گناه من میدانست. دانست. فنداری این چهره محزون تصویری از وجدان من بود. آینه از دستم فرو افتاد و مادرم از دور آهی کشید و بیرون رفت. راستی را چه عمری تباه کرده بودم. برای خاطر چه؟ چه گلی بر سر بخت خود زدم؟ هیچ. آنچه از دستم رفته بود، از دستم رفته بود. دیگر هیچ خاطری زنده از گذشته نداشتم. چه می توانستم داشته باشم که ارزش نگهداری داشته باشد؟ یک روز تا به خود آمدم، دیدم در کوچه با آهای دور دیکدم قدم میزنم. کی و چه وقت به آنجا رفته بودم نمیدانستم. همینقدر میدانم که نوای شورانگیز یک نی مرا به آنجا کشاند و به خدا ورد. اندیشم در رویای شیرینی فرو رفت. نیزن مردی بود نابینا که نی هفتبند و لبانش حدیث راه پرخون میکرد. تا رسیدم به او گفت زندگی خیلی زیباست. پرسیدم چی گفتی؟ هیچی، گفتم زندگی زیباست مگه تو زیبایی رو میبینی؟ آره میبینم از تو بهتر میبینم از من؟ آره از تو و همه اونایی که فکر میکنند فقط از راه چشم میشه زیبایی رو دید تعجب کردم ادامه داد اگه من زیبایی رو نمیبینم معنیش این نیست که وجود نداره شرمنده شدم ناچار خاموش ماندم تا مرد کور به سخنش ادامه دهد گفت من دنیای خودم و خودم میسازم. هر طور که دلم بخواد اما تو بیچاره دنیای پندارت با اونچه چه چشمات می یکیه آهنگ کلام مرد نابینا تا زرفنای وجودم پیش رفت کوشش در برابر غرور او بیهوده بود من یک هیچ بودم در مقابل او و نمی توانستم عرض وجود کنم. در طوفان این نومیدی بود که ناگان به یادم آمد از پدرم صندوقچه به من رسیده است. یادم آمد که سالها گذشته و در گوشه پنهان مانده است. دوان دوان به سر وقت این تنها یادگار پدر شتافتم. این یادگار هرچه بود نشانی از نسل و اصالت من بود. اگر از میان میرفت چه خاکی به سر وقت خود می کردن؟ خوشبختانه سر جایش بود. هر تابستان به هوای گردش در کوچه و آقای به دیدن مرد نابینا می رفتم و از سخنانش سیراب می شدن. های حوالی دهکده ما را سیاه چادر کولی ها فرو می پوشید. زیبایی آفتاب سوخته دختران کولی و گیرایی نگاه آنان که یک خانه به دوشی ابدی را می مرا فریفته خود میکرد. یکی از آنها فیروزه نام داشت که زیباییش سرگذشتی از داستان بی سرانجام کولی ها بود. اون نخستین بار دل مرا رام و بی آرام خود ساخت. او همان بود که در تابستان های کودکی من هم بازی من بود. هر سال تابستان کولی ها که می آمدند چهره فیروزه با آب و رنگی تر از گذشته به سر وقت من می شتافت. احساس او هم رنگ فیروزه پاک و آسمانی بود. از گذشته من هیچ خاطره ای همچون یاد این دختر کولی زنده و روشن نیست. ماجرای دلبستگی من و او زبان به زبان می گشت ولی هر دو می ترسیدیم. از چه نمی دانستیم. ما دو وجود سرگشته بودیم. هر یک از دیاری ناشناخت. زبان یکدیگر را نمیفهمیدیم، ولی روحمان با هم بود. سرانجام کولی‌های های خشمالود ما را از هم جدا کردند و من همواره سایه سنگین انتقام آنها را در وجود خود میدیدم. وکنون و اکنون که او رفته است در وجود خودم آواره و در به در همه این ماجراها بی خبر از من در چند قدمی زندگی من به وقوع پیوست و غافل گیرم کرد. شگفتان که او روح ماجرا بود و ماجرایی بود که به زندگی من روح بخشید. حالا این نوشته های سرگردان که همچون برگ های زرد خزانی سرگذشت شورنگیز و پایان گرفته عشقی را در بردارد از دلداده ایس نیازمند که بر تاریکنای وجودش فروغی از مهر محبوب نتافت و این دو دیگر برای هم ناشناخته ماندند. شب آرام آرام به نیمه می رسند. من در آغوش تنهایی غم زدن به زندگی می اندیشند. و به تو فکر می تنهایی در پیرامونم با حالتی محزون زانوهای خود را در بغل می گیرد و هر چند لحظه یک بار سر بر تا مرا تماشا کند. تنهایی در این حالت همهاش نگاه می شود. تازگی ها اندیشه های بیگانه در بالای سرم می گردند. مانند کرکس هایی که انتظار چند لحظه دیگر را می کشند تا فرود آیند. من صدای برخورد های آنان را به خوبی می گاهی با این افکار مانند کلافی در افکار مالیخولیایی خود پیچیده میشوم هرچه میکوشم سر از وجود خود در نمیآورم گاهی مانند اندیشهی که بیم حادثهی در آن شیار میافکند در خودم گم میشوم این هنگام من به جز یک سرنگونی در یک پرتگاه نیستم من پرتگاهی هستم که در خودش سرنگون شده است این اندیشه های مهالود اگر از وجود من برمیخیزند چرا نمیتوانم آنها را که مانند پیچک های وحشی روح و قلبم را در میان گرفتند ریشه کن کنم شبها هنگامی که سکوت همانند یک مه غلیز و متراکم پیرامونم را میگیرد در فریادهای پنهانی خود فرو میرود. اما خاموشی مانند دریای ناآرامی دامنش را خردک خردک به سوی سواحل فریادها می خدای من آیا این شب و سکوت سهمناکش در وجود من است اگر نیست پس این استراب سیاه که در آن به خود میلرزد چیست شب همچون اندیشه های دور در ابهام خود سرگردان است روزهای خالی را در شبهای خالی تری سرنگون ساختن و نامش را زندگی نهادن چه معنایی میتواند داشته باشد؟ با من بگو تا کیستی؟ مهری بگو ماهی بگو خوابی خیالی چیستی اشکی بگو آهی بگو راندم تو از مهرت سخن گفتی بسوز و دم مزن دیگر بگو از جان من جانا چه میخواهی بگو گیرم نمیگیری دگر زاشفته ی عشقت خبر بر حال من گاهی نگر با من سخن گاهی بگو ای گل پی هر خس مرو در خلوت هر کس مرو گویی که دانم پس مرو گر آگه از راهی بگو غمخار دل ای مه از درد من آگه نی و لحنی و لحنی از دردم آگاهی بگو من عاشق تنهاییم سرگشته شیداییم دیوانه ای رسواغی هم تو هرچه می خواهی ب... عزیزم، تازگی ها دو قطعه دلنگیز برایت ساختم. هنگامی که آنها را می خوانم به نظر می آید که بر بالای هر کلمهش اندوهی مانند پروانه در پرواز است. شاید لحظه هایی که از عمر می گذرند، افسانه دلدادگی مرا در روی تارهای حساس خود نگاه میدارند تا یک روز بعد بعد از من در دوری که بازگشت ندارد آن را در نوای شورانگیز موسیقی برای دیگران بازگو کنند. چیزی در من آماده شکستن است. چیزی شاید خیلی عزیز که میخواهد در من شکسته شود. خدای من، آن روزها میخواستم بدانم آینده چه ارمغانهایی برایم دارد. میخواستم بدانم در زیر این موهای سیاه که همچون شعله دودالود بر سر و پیشانیام تاب میخورد، چه اندیشه هایی می و چه خیال های در همین جریان دارد. تنها امیدی که مرا زنده می دارد محبوبم این است که روزی در کنار تو در حالتی که منظره دلفریبی چشمان و افسونگرت را مجذوب نموده است تو را تماشا کنم و زیر لب بگویم زندگی چقدر زیباست. در سایه این غم کبود فامی که بر سر ما روان است این غم باشکوه که دامنه های آن را در مرزهای ابدیت فرو کشیدند راستی را محبوبم به چه چیز می شادمانی کرد عزیزم من و تو تنها تنها و تنها در یک آشوب سرسامآور سالها سرگردان بوده ایم. چه خوب می اگر فرصتی پیدا می کردیم که رویاروی خیش بنشینیم و با هم چیزهایی را بازگو کنیم که هر یک از ما در تنهایی با خودش میگوید دور و دور از این مردم ظاهر بین و خوشبخت تو گمان میبری که من نمیدانم در قلبت چه استراب ها میگذرد و چه داستان ها نفته است خیال میکنی نمیدانم تو از آن روزها که شاد و پرهیاهو بودی از آن روزها که از لبخندت عطر گلهای وحشی برمیخواست همواره با خودت گفتگو داشته ای؟ و خیال می کنی نمی از آن روزی که خودت را شناخته ای با دلت صحبت کرده ای؟ خیال می کنی من اینها را نمی دانم. یادت می آید یک روز ناگهان به من گفتی گم کرده ای را می جستی و به هر کس می رسیدی خیال میکردی همان کسی است که به دنبالش بوده ای؟ آنگاه آهی از دل برکشیدی و شرم ارغبانی رنگی در چهره دوید. پرسیدم و اکنون و تو همچنان که عادتت بود روی سالم اندکی توقف کردی و نگاهت برای لحظه ای به زمین دوخته شد. در این حالت شباهت زیادی به خودت پیدا کرده بودی. آنگاه سربرداشتی و گفتی خیال می کنم که تو رو پیدا کردم. محبوبم چند روز پیش دکترم به من گفت مثل اینکه ناراحتی اینطور نیست تعجب کردم. برای اینکه خودم را آماده کرده بودم تظاهر به آسودگی خاطر کنم اما دکتر گفت اگه یه آدم عادی هم تو ببینه پی میبره که مثل و همینجا سخنش را قطع کرد به نظرم میخواست معدبانه بگوید مثل دیوونه ها چند روزی است که داروهایم را تغییر داده روزی دوازده قرص هر دفعه چهار دانه از این قرص ها را باید با فشار آب در گلویم فرو بدهم بعد دو تا امپول و سپس استراحت سابق بر این یک سرم نیم لیتری را هر روز میوایست تزریخ میکردم هر قطرهش با سه شماره در رگم وارد میشد و من سه یا سه ساعت و نیم دراز میکشیدم و قطره ها را میشموردم سه هزار و پانسد غالبا شماره قطره ها را فراموش میکردم برای بهبودم این کارها باید انجام میشد وگرنه سلامتم به دست نمی آمد. راستی ماندن و بودن من خیلی اهمیت دارد. گاهی در سرزمین خیالهایم پرندگان زیبا و خوشاوازی را می بینم. رنگ و آواز آنها زمینی نیست بلکه چیز مافوق و طبیعی در جلوه آنان خود نمایی می کنند. من با بیم آنکه که اگر آنها را اسیر کنند، بال و پرشان فرو خواهد ریخت، به تماشایشان دلخوشند. اگر آنها اسیر شوند خواهند مرد. محبوبم، راستی چرا هنگامی که دوستان من از عشقهایشان یاد می کنند لحظه هایی را پیش خاطر می که پسترین لحظه های حوث است؟ آیا عشق فقط در این لحظه ها معنی پیدا می کند؟ اگر چون این باشد که چیز پلیدی است؟ ماجرای عشق من و تو پیوسته در فرازی بالاتر از عواطف ظاهری گذشته است. من و تو همواره لحظه هایی را به خاطر داریم که خاطره آنها همچون رنگین کمانی از آمیزه رنگ ها و حالات پیدا آمده است. عشق برای آنان یک سرگیجه است که دور از قلبشان جریان دارد. اینجاست که در سرگذشت این شوریدگی نکته ای که با ذوق این جانوران جور در بیاید وجود ندارد. اینان در آن هنگام که با همند تنها برای این است که به زودی بیهودگی عشق و دلدادگیشان را به هم نشان بدهند و نامش را کامرانی بگذارند. داستان هنگامی که به اینجا رسید به خودی خود پایان می زیرا چیز قابل ملاحظه یا مطلب لایق ذکری باقی نمیماند. اما من و تو داستان را از پایان شروع به خواندن کرده اینطور نیست؟ چهار سال در انبوه چهره تو سرگردان بودم. چهره خندان، منتظر، اشکالود، پشیمان. گاهی با خود می گفتم پس یک ساعت پیش، پس دو ماه پیش و پیوسته در این سرگردانی دست و پا می زدم ولی اشتیاق همچنان به سوی بالا فوران داشت. هرچه بود نیروی آن به اندازه‌ای بود که می توانستم همه گناهان را در هر که بود ببخشم. همه چیز را در مردم می بخشیدم به جز یک چیز گناه اما چه کسی باور می کند؟ یک وقت به خودم آمدم که دیدم همان چیز در خودم است و امروز همان چیزی شدم که از آن نفرت دارم و این همان چیزی است که مرا علیه خودم برمیانگیزد زیزم من پاییز را با همه غنهای رنگینش در وجود خود احساس کردم پاییزی را که در نخستین روزهایش تو نبودی پاییز سال گذشته را پاییزی که ناگهان در اعماق روح من چیزی را منجمد و افسرده کرد و ای بسا پاییز که دلپذیرترین اشعار را ناگفته گذاشت موزونترین آهنگ ها را فرو نشاند و دلاویزترین اندیشه ها را از هم گسیخت و من در آن هنگام برگ ریزان را دیدم و در سوگ زیباترین شعری که ناگفته ماند ناله ها سر کردم میخواستم فرار کنم از چه چیزی؟ از تو؟ از خودم؟ یا از زندگی؟ به هر حال آنچه در این میان واقعیت داشت فرار بود راهها در کرانهای افق سر به هم میآوردند و با یک دیگر گره میخوردند آیا من از ای که در انتظارم دمدان به هم میسود دور میشدم یا بدان نزدیکتر؟ آیا این همه راه سر به هم آورده ریسمان های دامی نبودند که با هر گامی تنگتر می تا مرا دست و پای بسته در دهان آن مصیبت که انتظارم را می کشید بیفکند؟ من از انتظار لذت میبرم زیرا آدمی هنگامی که انتظار می کشد را احساس می کند. چشمی که در انتظاری براینده دوخته نشده است به چه امیدی می بیند؟ انتظار یعنی تمنای چیزی که لذت با دیدنش در هم است اگر انتظار نمی بود به چه امیدی زنده می بودیم پس تو محبوبم بیش از این مرا در انتظار بگذار در انتظار محبتی که هرگز نخواهی کرد در انتظار مهری که هرگز از تو نخواهم دید و اگر بیش از اینها مرا تنها نمیخواهی با دوستانم مهربانی مکن چون بجز این عزیزان که شماره آنان به انگشتان یک دست نمیرسد کسی برایم نمانده است. هنگامی که تو با آنان مهر کنی، دشمنانم را افسوده ای. زیرا به جای مهری که از اینانم بر دل نشسته است، کینه ای می نشیند که از دشمنانم بر دل نشسته بود. ای آرزوی من، ز کجا باز جویمد؟ تا ای نوازم و چون گل ببویمد؟ تا بنگری چه میکشم از دوریت دمی بگذار پا به دیده من تا بگویمت در خون خیش روت برم تا به کوی تو تا چون قلم طریق محبت بپویمت گفتی که منتهای امید تو چیست آه ای منتهای آرزوی دل من چه گویمت از هر چه هست در همه عالم تو را گزید خاطر اگر که از همه عالم بجویمت در چشم من یکی ذره مردمی در تا گرد ره به عشق زدامن بشمت. محبوبم. هنگامی که دیده می میبینم در روزگاری زندگی میکنیم که به جای همه چیز از همه چیز منطق می جویند و معنا میخواهند. اینجاست که کلاه من پس مرک است. میپرسی پس چرا زندگی می کنم؟ آیا حق آن را دارم که این هوا را تنفس کنم؟ این رنگ ها را ببینم. اصلا چرا زندگی می کنم در حالی که در میان این همه مردم و در برابر این قضاوت درونی تنها خودم را می بینم که هیچ حقی ندارم. در چهره این همه خشونت روشنایی گذشتی به چشم نمی خورد. به هر سو که نظر می کنم تو را می بینم و شعرم را. دو سلاح بی عشق و هنر را. محبوبم دوشینه خوابی شگفتانگیز دیدم. باقی رنگین بود. من از کنار چشم ساری که به جوش و التهاب تشنگی میمانست میگذشتم. گل و شکوفه در پیرامونم با وزش نسیم دست میافشاند ناگهان شمشیری با همایل مرسع بر شاخه گلی آویخته دیدم. شادی کنان آن را برداشتم و بر میان بستم. گامی چند واپس دویدم و تیر را از جلد جواهر نشان برآوردم. تیغه درخشان تیغ چشم را میزد. ناگاه خون روشنی از دم آن چکیدن آغاز کرد. دستایم می لرزید. خون همچنان از دم شمشیر فرو می چکید. در این هنگام ناله نکوهشی به گوشم رسید که گفت قاتل. می گویند اگر کسی خون در خواب ببیند خوابش باطل است. پس من در خواب نبودم. پس یعنی من واقعا قاتلم. شاید این آسمان سرمهای با این همه چشم های رخشنده از افق تا افق خواب میدید و شاید من آسمانی هستم که تا مرزهای بینهایت خودم را در خواب میدیدم شاید هم تو مرا در خواب میدیدی. محبوبم هنگامی که دست به جنایت میالاییم دو نفر را کشته نفر دوم انسانی است که آن را در وجود خود به کشیده ایم تبهکاری در کشتن کسی است که در روح ماست وگرنه بسا کسانی که دستی به خونی آلوده ساختند بی این که انسان خود را کشته باشند اینان تبهکار نیستند زیرا پشیمانی فریاد انسانی است که در درون آنان زنده مانده است و بسا کسان که هیچ جنایتی نکردند اما انسان خود را کشتند سزاوار کیفر اینانند چه تبهکاری از اعماق روح برمیخیزد و تبهکاران واقعی کسانی هستند که نخوص کسی را در وجود خیشتن به خون میکشند آنگاه دست به جنایت آلوده میکنند عزیزم اگر میخواستم یک روز می نشستم و همه چیز را می نوشتم و تو را یادآور گذشته هایی می کردم که سیل پشیمانی از چشمان افسونگرد بر چهره بدمد. چنان که گویی هر کلمه ای در تابش نگاه تو آتش گیرد، دود شود و بر دیدگانت برخیزد و اشک از مژگانت جاری کند. این داوری در چند گام از میان روح تو سر می کشد. آنگاه که دیگر من در گذشته دوری انزوا گزیدم و چیزی به جز خاطره ای تلخ برای تو نباشم. من آنچه را دلخواه خودم بود گفتم، اما آنچه را که دلخواه تو بود آیا گفتم؟ به یاد تو ترانه ها سر کردم، عاشقانه. درد و احساس همچون رودخانهی بر بستر اوزان و آهنگ های هر عبارتش گاه آرام و گاهی خروشان جریان دارد و عشق تو بر انواج نواهای پنهانی و پایان ناپذیرش نرم و سیال راه می سپرد. چقدر خوب است که عشق و شدیدگی پنهان باشد. چقدر خوب است که داستان آشقان همانند آرامگاه سرباز گمنام مدفن عشق آنان باشد تا پس از آنان گلهای عشق بر این آرامگاه های بینام و نشان نصار شود. میدانم که سرانجام محبوبم در زیر آسمان کبود عبارتی پیدا خواهد شد که چون بر زبان من رود تا جرف نای روحت پیش خواهد رفت. پس تو سر ناسازگاری با مرا نداری بلکه این منم که هنوز بدان جمله اسرارآمیز دست نیافتم. گاهی سکوت می باید به عظمت مصیبتی باشد که گریبانگیر آدمی می شود. عجب روزگاری روزگار است. روزگار آتش و خون و دلهوره جنگ همچون ابر غنباری بر فراز شادی ها و اندوها در جریان است اما فقط خاطرهای توست که مرا زنده نگه داشته است محبوبم به هر جا و هر چیز که نظر می کنن، چیزی از تو در آنجاست گلدانی پر از گلهای سرخ قاب عکسی که تصویر زیبای تو در آن به محزونی می خندند آینی که در آن خود را تماشا کردی یک تکه کاغذ مچاله شده درخت کاجی که برای یک لحظه از این سوی پنجره به آن نگاه کردی اینها هر یک خاطره ای را از گذشته های دور و نزدیک تا چند لحظه پیش در من زنده می کند می خواهم به همان حالت که هستند دست نخورده بمانند برای من یادآوری هر یک از اینها خاطره ای را با زمانش در ظرف حال سرازیر می کند پنداری زمان در هر کدام آنها قابلیت بازگشت پیدا می کند. راستی زندگی در میان خاطرات و با آنها پیر شدن چقدر کشنده است. یکی دو بار از تو چه پنهان برای فرار از دستشان میخواستم همه را سر کنم. ولی مگر می شود. گرفتم قاب عکس و کاغذ مچاله شده و گلدان را از پیش چشمم دور کنم. آن وقت هایی را که تو روی آنها قدم برداشته ای و هنوز آواز دور شدن و نزدیک شدن گام های تو را در خود نگاه داشته هم چه کنم. تازه گرفتم که از دستشان به یک شهر دوردست فرار کنم. با دلم و با روحم چگونه سر کنم که تو در آنها وجود داری؟ تو آتشی در وجود من افروختی که لهی به آن آرام آرام مرا در پیش چشمانم بسوخت و وادارم کرد که در جلوی چشمم بسوزم بسوزم تا تمام شوم تا در خودم تمام شوم و دیگر تو نیستی که فریاد بزنم به این امید که به فریادم برسی من اکنون عزیزم با تو از ارتفاعی بالاتر از انتظارهایم عشقهایم و نواهای دلم سخن میگویم پس از تو چه کسی را پیدا کنم که همچون تو باشد یا چیزی از تو در او باشد یک روز در روزگارانی که یادش به خیر باد بر زبان عارفی بزرگ رفت که آب کمجو تشنگی آور بده است سخنیست همچون گوگندهش ارجمند و باشکو و در روزگارانی که چون این سخنانی بر زبان حکیمان میگذشت دلها سرشار از سرچشمه صداقت بود و رنج بردگان گنج یافته فراوان خانه ها آفتابگیر بود و تیرگی مفهومی مگر مرگی ناشناخته نداشت چون این سخنی در روزگار ما تا چه پایه می تواند اصالت خود را نگهدار اگر چه این سخن پاره ای از وجدان روحی بزرگ است و شنیدن آن هر دلی را که پرتوی از زندگی در آن وجود دارد می لرزاند. این حکیم در آن روزگار مردی می جست درد ساز و دردی می جست مرد سوز. و در روزگار ما که آدمی به هیچ دردی به جستشنگی نمی میرن و روحش همچون سرچشمه سرابهای بیابانی در فریب جاودانی خود شعله است چون کلامی تا چه پای تازگی دارد به روزگار ما در وجود آدمی به جای روح شورزاری لب لبتشنه تا بینهایت دامن گسترده او همچون تشنگی از تشنگی خود سیراب و سرشار است. بیان که ناله انسانی را که در وجودش فریاد برمی آورد شنیده باشد. آدمی در شعله هایی که از اعماق هستیش برمیخیزد زندگی می کند. بیان که مفهومی از سوختن دانسته باشد. او مزه ی هیچ میوه شیرینی را نمیفهمد زیرا تلخی ها را نچشیده است. او به جای هر چیزی با تشنگی خود زنده است. بیان که در وجود نابهوش خود این تشنگی را اندکی احساس کرده باشد. بدبختی او در این نیست که به دردناکی می سوزد. او تشنه است و نمی داند. و درد اینجاست. نه من از غزالان سهراییم، نه از خیل مرغان دریاییم. نه شرقی نه غربی که از گوهری دیگر زیر این چرخ میناییم. چه پرسیز من که از کجایی کجا؟ تو از هر کجایی من آنجاییم. در آینه چشم من روی خیش ببین تا چه مایه تماشاییم. در این آینه نیک اگر بنگری فرو مانی از فر زیباییم. آری محبوبم. آدمی از اوج معنویت خود به نشیبی که مادی هم نمیتواند باشد فرو افتاده است. هنر هم از عرش اندیشه مولوی و حافظ به پردگاهی که شعر امروز میپیماید سرنگون شده است. هیچ اندیشه تشفیش انگیزتر از افکاری نیست که فلسفه در وجود آدمی به وجود می آورد و هیچ تشویشی با شکوتر و هماسیتر از تشویش یک فیلسوف نخواهد بود. یک روز هماسه شاعری اینچنین بود. یکی مرغ بر بنشست و خواست چه بر کوه افزود و از او چه کاست؟ من آن مرغم و این جهان کوه من چمردم مردم جهان را چه اندوه من این شعر بیانگر دردی است از این که آدمی از آن رنج میبرد و از آن اوست و هنگام که در میماند از این درد مینالد اما روح هماسه در این درماندگی موج میزند شاعری دیگر در عشق چون این شیدایی با شکوهی را نشان میدهد و هماسه سرایی کند مرا به هیچ بدادی و من هنوز برانم که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم. اما در روزگار ما نویسنده متفکر آرزوی زندگی موریانه را برای آدمی در سر می پربراند و سعادت آدمی را در آن می بیند که یک روز همچون موریانه ای زندگی کند. ببینید بدبختی تا کجاست؟ سقوط در تباهی از این بیشتر امکان ندارد. در پیرامون زندگی من، هر گوشه ای سؤالی بیپاسخ به چشم می اگر همه هستی به صورت نشانه پرسشی عظیم در برابر دیدگان من خود نمایی کند و من پاسخی برای آن نداشته باشم، اهمیتی ندارد. بلکه مهم دانستن این نکته است که این سوال هرگز پاسخی نخواهد داشت. ناچار از خود آغاز می کنم. آن وقت خودم برای خودم همان حال را خواهم داشت. دست کم خوب بود اگر خود را می و تکلیف خود را در برابر خود می دانستم. فقط رهروان راستینند که هستی را کتابی می دانند که هم آغازی دارند و هم فرجامی. مشکل اینجاست که این کتابش گرف به زبانی نگاشته شده که هیچ آفریدهی با آن سخن نگفته است. بلکه هر آفریدهی حرفی از الف آن کتاب است. گروهی در این گفته که هستی این چنین داستانیست تردید می کنند. من با آن که میدانم هرگز آدمی به زبان هستی و رمز سهراسای آن به تمامی ره نخواهد برد، همه تلاشم آن است که از گروه نخستین باشم. بشریت سرمست جام این پیروزی است که شتاب خود را بدان پای رسانیده که بتواند دوری چند بر پیرامون زمین بزند و سرانجام به سیاره ای سفر کند. این شتاب دست و پای اندیشه های بدی را فرو بسته است. بشر شتاب زده از معراج معنویت خود به چهار سار این آرزو در افتاده است که به همین بسنده کند. همه این پروازهای ماشینی در برابر این سخن که جلال الدین بلخی گفت ناچیز است. پس شکی داند که این باغ از کی است؟ در بهاران زاد و مرگش در دی است. جهانی را که به روزگار ما فیزیک به وجود آورده است، آنچنان مبتزل، معنا و توهی است که تصور آن آرزوی مرگ را در دل زنده می کند. انسانی که تا پدیده خودکار خود صعود کرده است اگر آفریننده ی هنر باشد به جای میکلانج و لئوناردو داوینچی و رافائل هنرمند امروزش آقای پیکاسو خواهد بود. هنر ماشینی به جای آثار شگرف بیتوون، موزارت، باخ، شپن و چایکوفسکی تصنیف های مبتزل جاز و رقص های موسک و دلخراش تویست و راکندرول را آفریند مگر بیش از این می توان سقوط کرد مگر از این مایه پستی و ابتزال می توان افتاد اگر اینان هر کس را فریب می دهند بگذار که تنها من فریب نخورم فریب از این کودنها و این موریانها و این آدمکهای چوبی خیلی شرماور است من میخواهم همچون انسانی که از همه مظاهر مادی و معنوی لذت می برد و بهره می گیرد زندگی کنم همچون انسانی زنده که مادر او طبیعت است نه ماشین و کدام خوشبختی با یاد یک نگاه شورانگیز یا لبخندی که در پاسخش در میمانیم و یا راز و نیازی آشغانه در زندگی برابری می کند. انسانی که در برابر بیماری سرطان زبونتر و پایمالتر از گیاهی پژمرده است مگر حق دارد به دیوانگی ویرانگر و مرگاور خود سرفرازی کند. کدام کیر روزی بالاتر از اینکه اگر اندوهی دلم را در میان گرفت باید به سخن گویندهی پناه برم که در روزگاری پیش از روزگار ما میزیسته و کسی را نیابم که بداند دردم چیست یا دست کم بخواهد که بداند بشر شتاب زده به سوی انقراض نسل خیش میپوید بیان که بداند ارزش آنچه از دست میدهد چیست آنگاه اگر به همین بسنده کند سخنی نیست او با همه کودنی خود میخواهد فریب هم بدهد. عزیزم، چه بهتر که هیچ کس نداند میان من و تو چه گذشت؟ و هیچ کس نداند که آن آذر فروزان آیا برای همیشه به سردی گرایید یا نه؟ در زیر این خاکستر سرد که زمان هر دمی انبوه ترش می نماید، آذری به سوزندگی اندوه ما پنهان است. بگذار تا بعد از این بگویند آن همه سوز و گداز داستانی بیش نبود. و بگویند ماجرای این عشق سوزان ساخته و پرداخته پنداران شاعر بود همین بس که تو میدانی و من به همین خورسندم در واپس این دیداری که تو نزدیک من بودی و من احساس میکردم دور میشوی تارهای زرین دل ما رفته رفته از هم میگسست آنگاه تو سبک بالتر از اندیشه های رنگین کودکی دور دور و دورتر شدی نگاهت آرام همانند نوای بال پروانه از گلی پر میگشود و به گلی دیگر می نشست. از آن پس ای فروغ دیدگان مهرداد روز هر روز هم انان آفتاب تا شب خوفتگاه خورشید را می سپردم و شب همه شب آویخته در افسانه سیاه ره رو از رفتار فرو می ماند. وحش شبهای درد ساز و درمانسوزی و من آمیخته در چنان سرگذشتی سرمفام کران تا کران ایوار و شبگیر را سایه می گستردم. و سپیده همچنان می دمید. آه که من نادانسته از گردش روز و شب سخن در میان آوردم. نه، نه، شب و روزی در عرصه زندگی من نبود. این پنداری دیراش ناست که با برآمدن خورشید و نمایش گلگونه باختریش جلوه از حقیقت به خود میگیرد تا به اندیشه های ناپایدارم نیشخند بزند. چه پندار افسونگری که بیهود سرگرمن می داشت. می همانند دیگران خنده سر کنن و بخندم به همه چیز و همه کس. اگر چیزی یا کسی بر چهره احساسم داغی نهاده بود. ولی شگفتا نقش هر که بر پرده خاطر میبستم هنوز بر لب نارسیده چون دود آهی از سینه برمی یا به گونه قطره های عشقم بر مجگان می نشست. رفت رفته رفته نقشها، رنگها، آشنایان و بیگانگان با موجی سردرگم از اندیشم در یک دیگر فرو می ریختند. گذشته در ژرفنای یک فراموشی فرو میافتاد و همچنان سرگردان در خود ناپدید میشد. من آن که اکنون منم آنکه در دمی و آهی خلاصه می شود و دمی که در دمی دیگر محو می هر آن به جلوه دیگر در می آمدن. من یا تو یا هیچ کدام دو سایه لرزان که در پرده های محتاب جنبشی نامحسوس دارند یا من و تو که از عطسه غنچه یا دم خوشبویی برخواسته از چین و چکن گلهای داوودی پیدا آمده ایم. یا هر دو که در هر آنی به جلوه دیگر در می آمدیم. تو همچون آهی که از ارتعاش نالهی بر خیزد، یا قصهی که در تارهای اندیشه گذشته تنین می افکند، یا دردی که کسی به دان از برابرم دور می شدی و سپیده همچنان می دمید. آه خدای من نه شبی فرو می نشیند و نه روزی بالا می گیرد. زمان با حرکتی نامحسوس در یک سپیده سرگردان است. سپیده ای به رنگ نخستین گریه و واپسین لبخندی که بر لبها می نشیند. سپیده ای همچون شکوهی که تا دهان برای گفتنش می فراموش می شود. یادم میآید که یک روز تو در میان دو انگشت دستت مرواریدی را به من نشان دادی. مرواریدی به رنگ سپیده ای که در ودای آشغانه دمیدن آغاز می کند و گفتی می بینی؟ راستی که موج بر می داشت و جنبشی جادویی در سایه روشن آن می شکست. و صدای دریا آمد. آب کفالود و طوفان زده دریا مرا در خود فرو می برد. این دریا از میان مرواریدی که تو در دست داشتی سرچشمه می گرفت. اما خروش آن زود آرام شد و من هیچ چیز به جز تنهایی در پیرامون خود نیافتم. تو رفته بودی محبوبم. رفته بودی. چرا شناسم اگر زین پس تو را نشناسم؟ کرا پرستم اگر بعد از این تو را نپرستم؟ هنوز نقش وجود مرا به پرده هستی نبسته بود زمانه که دل به مهر تو بستم. شب فراغ مرا بود ره به دامن محشر اگر که دامن آه سهر نبود به دستم. گهی شدم همه تاب و به سنبول تو چمیدم. گهی شدم همه خواب و به نرگس تو نشستم ز من مجوی نشان وفا وگر که به جویی وفا همین که به یادت هنوز هستم و هستم حالی دوست میدانی که همه افسانه ها حقیقت دارند و هر چه شگفتانگیزتر باشند نمود بیشتری مییابند البته این در صورتی است که ما در میان این صحراهای پرنقش و مناظر بدی آنها جویندگان حقیقت باشیم وگرنه همه حقایق افسانه‌های بیش نیستند. چه می باید کرد در هنگامی که از جهان رنگها به عالم اسوات و از آنجا به دنیای امواج و حالات سیر می کنیم و همه چیز را یک چیز می بینیم. دیری است که افسانه در زندگی بیشفقت شهرنشینان از نمود و جلای خیش فرو افتاده است. این بهشت با همه خیال انگیزیش ناپدید شده و آن را باید از این پس در خیارهای رنگین کودکان در عشق روستایان و پندار شاعران دید و هوای دلکش آن را احساس کرد. به یاد می آورم که بهار بود. مثل همه روزهای خوش به جنگل می رفتم. درختی عظیم و استوار را می جستم تا ضربه های پرتبان تبرم را بیازمایم. در انبوه آن همه درخت سر به هم کشیده درختی را که همچون اندیشهی بلند و آسمانی از میان افکاری در هم سر برآورده و از سالها پیش از آن نظر مرا به خود مایل کرده بود دیدم. درخت استوار همچون تکبری در اوج سربلندی خود میچمید و در برابرم سر بر آسمان برآورده بود. دوری پیرامونش زدم و از نزدیک براندازش کردم. آنگاه تبرم را به دور سرگردانیده برای نشانه گذاردن به تنه درخت فرود آوردم. زربه برای آغاز یک فاجعه و نمایش سرگذشتی شورنگیز و کشنده تیغه تبر در تنه درخت فرو نشست دم پولادین تبر همچون زخمه یک نومیدی در آخرین بمب است که واپس این فروغ انتظار را در چشم نابود میکند برگیزد و فریادی از میان درخت بالا گرفت ناله بود ناله ای از اعماق روحی نفرین شده که شکنجه میبیند و درد میکشد نالهی که از ریشه درخت سر می کشید و در شاخ ساران آن می پیچید. درخت همچنان با دردی جگرخراش جیغ می کشید و جریان آن شیون هولناک در سر من می گردید. سپس در همه جنگل گسترده می شد. گفتی همه جنگل ناله برمی آورد. دیوانه شدم. درست مثل این که درختان جنگل ناله های در هم و انبوهی بودند که در توفانی از درد برسو هر چمیدند و جنگل همچون شکوهی عظیم که با ضربه سکوت سکوت قرنها را در هم شکسته و به ناله تبدیل شده است در خود میپیچید. ناله بود که از روح زمین بر و شاخ و برگ پیدا میکرد. سراپا وجودم به لرزش در آمده بود. دستم پاورچین پاورچین تبر را از تنه درخت بیرون آورد و فریادی که رفت رفته رفته نشسته بود بار دیگر مانند خونی که با برآوردن تیغه از جای زخم مهلک فبران کند بالا گرفت در حالی که دیگر شتاب زندگی در آن احساس نمیشد. اما رفته رفته دوباره ناتوان شد و به ناله محتظری میمانست که فرو می نشست تا برای همیشه همچون سکوتی جاودانی در جرفنای مرگ رسوب کند. این سکوت مرا به خود آورد تا استرابی را که در وجودم نشسته بود از خود برانم و فرصت آن را پیدا کنم که با خود بیندیشم آیا خواب می بینم. این واقعه یک دگرگونی درونی بود یا یک دیوانگی زود گذر. اگر نبود پس چه بود؟ آخر چه کسی از من باور خواهد کرد؟ دنبال پرسش هایی که هر دم از میان روح هم میشه گفت به جستجو پرداختم. به جستجوی فریادی سرگردان که از آن پس همچنان و پیوسته در فراخنای خیالم میگردد و مانند تلاش احساسی ظریف در زیر پنجه خونین یک قصاوت جان میدهد. آخر تو بگو چه کسی از من باور خواهد کرد؟ کدام بدبختی می تواند از این شونتر باشد که نخستین کسی که گذشته را این کار می کند خودم باشم؟ اگر آن را با تو در میان می گذارم، تنها برای این است که دست کم تو که دوست من هستی آن را باور کنی. و میدانم تنها برای خاطر دوستی است که شاید تو باور کنی تو اگر آن را باور کنی شاید آه بگذریم شاید بگویی هنوز هم در خیالهای شاعرانه دست و پا میزنی یادت میآید ترانههایی که آن روزها ساختی هم چیزی به جز این خیال بافی ها نبود همه تخیل و همه افسانه بازم نکنند در عالم تخیل فرو رفته ای و به جای تعریف سرگذشت شاعری میکنی ها؟ نه نه باور کن راست میگویم آن زمان حالت کسی را داشتم که در خواب راه میرود و در انبوه خاطره های گذشته خود به هیچ امیدی زندگی میکند زندگی برای من جستجویی بی امید بود در گورستان زندگی. تنها چیزی که برایم باقی مانده بود خاطره چهار ساله عشق من و آن دختر کولیست که نامش فیروزه بود. آن چشمان و افسونگر کمچون همچون دریای ظلمت آمیخته با نور امواج رنگین نگاه را به هر سو چیزی به جز تصویر حیرتی ازلی نبود در چهره او تعجبی در برابر یک بی انتها جریان داشت که از نگاه و لبخندش سر میکشید و خطوط فریبنده آن گویی بر اثر حیرتی ناگهانی پیدا آمده است آه چه حالتی داشت نگفتنی در چشم او شب با همه شکوه و افسانهایش جلوگری می شبی که زندگی در آن می جوشید و شور جوانی مانند شهابی از روی آن بر می خواست و پس از یک دم در آن ناپدید می شود. همه هستی هم به سوی او می رفت و هر گوشه ای از وجودم حضور او بود. لحظه هایم هم به همراه با حالات دلپذیر می گذشتند. سکوتی استرابامیز در لحظه هایم جریان داشت. او چیزی به جز تصویر دلفریبی از یک موسیقی افسونگر نبود. صدایی که در نمایشگاه جوانی من طوفانی از نواهای بدی برپا کرد و شوری برانگیخت. هر زخمه او که آفریننده نوایی بود، ضربه ای جانکاخ شد که تا اعماق روحم را به لرزش در می آورد. او تصویری از یک موسیقی شگرف و شورانگیز بود که به جای آواز و نغمه کشش و فریبایی و حالت را می نمایان. آواز نبود، روح آواز بود. او هیچگاه نمیپرسید و منتظر پاسخ نمیماند. حالت و نگاه سخن میگفت و از حالت و نگاه پاسخ میگرفت. هنوز که هنوز است نمیتوانم باور کنم آنچه برای من پیش آمد کرد خواب بود افسانه بود یا حقیقتی؟ اگر چیزی به جز خواب و افسانه بود چرا در بیانش تردید دارم؟ ولی میدانم که او سرگذشتی از اسرار دریاها، کوهسار و دشتها بود که روح افسانه در آن دمیده شده بود. آهنگی شورانگیز بود که در پرده و هر پرده بالا می گرفت تا زندگی و جوانی مرا سرشار از نواهای جان پرور کند. او همه عمر و جوانی مرا به آهنگی دلپذیر تبدیل کرد و سرانجام همانند همان موسیقی عظیم در اوج شکوه خود با سرفرازی فرونش است چابوکی حیرتاوره او که در چشم هم زدنی تا آخرین شاقه درختان عظیم بالا می رفت و از فراز آن با خیزی شگفتانگیز بر شاقه درختی دیگر می پرید به حدی بود که فریادها را در سینه ها به زنجیر می کشید که نکند بر زمین سرنگون شود نکند آن شاقه نازک ناگان در زیر فشار او بشکند چهار سال در کنار او یعنی زندگی یعنی جوانی و هنگامی که پایان گرفت دیگر همه چیز تمام شد و وقتی تمام شد امیدهای آینده مرا هم فرو ریخت او انتظار بود دلواپسی بود و من از میان رنگین کمانی که عشق در پیرامون زندگیم پدید آورده بود یک سائقه نابه هنگام را هنگام فرود آمدن بر سرم تماشا می کردم. دنیا در پیش چشمم می گشت و برای لحظه ای دانستم که همه چیز برایم تمام شده است. احساس کردم که چیزی در وجودم از یک دیگر گزه است و آخرین دلبستگیم را در این دنیا از دست دادم. سکوت همچون کلافی سردرگم مرا در خود فرو پیچیده بود و مانند اندیشهی بود که سر از وجود خیش بیرون نمی آورد. این سکوت هشدار حادثهی بود که بر همه چیز حتی روح و اندیشه من سایه می افکند. داشتم همچون فریاد مرغ شب در سرگردانی یا در هستی خیش نابود می شدم. ناگذیر مانند کسی که بر لب پردگاهی ایستاده است و راهی به بازگشت ندارد چشمهایم را فرو بستم و از خود پرسیدم چه خواهد شد و از مردم که دلهایشان مرده است چه انتظاری می توان داشت از دل که گیرد جای من جز من که گیرد جای دل گر دل بمیرد وای من گر من بمیرم وای دل ای آه شب رو کیستی دود دل من نیستی گر نیستی پس چیستی ای همدم شبهای من خورشید با این تاب و تب آهیست جان سوزم به لب آه ستاره آه شب آه سهر من صبح است در لبخند او با نغمه دلبند او لعن سهر پیوند او مهر جان آرای من خیزت جدا از لعل وی ناله زهر بندم چونه جان می تراود همچومه از چشم خون پالای من می جوشدم از دل برون با آه و اشکی لالگون اشکی نه آهی نه که خون می از مینای دل